سازمان پزشکان بدون مرز در تازه ترین گزارش از وضعیت صحی مردم افغانستان گفته که فقر گسترده سیستم صحی ناکارآمد و افزایش محدودیت ها برزنان در مرکز بحران انسانی در افغانستان قرار دارد. این نهاد جهانی گفته که باید زنان اجازه داشته باشند تحصیلات و فرصتهای شغلی بیشتری را دنبال کنند تا درآمد خانواده های خود را افزایش دهند و اطمینان حاصل گردد که کارکنان بهداشتی کافی زن در افغانستان وجود دارد. بیش از 90 درصد از پاسخ دهندگان این گزارش از کاهش درآمدشان در سال گذشته ابراز نگرانی کردند. 95 درصد از مردم به افغانستان نیز گفتند که در دوازده ماه گذشته در تأمین مواد غذایی با مشکلاتی مواجه بودند همزمان سازمان جهانی بهداشت میگوید انتظار می رود در سال 2023 حدود 875 هزار کودک در افغانستان از سوء تغذیه حاد رنج ببرند نمایندگی این سازمان در افغانستان در رشته توییتی نوشته است که 125 هزار کودک هم دچار عوارض ناشی از سوء تغذیه شدید خواهند شد این سازمان همچنین گفته است در سال جاری میلادی ممکن است بیش از دو میلیون و سیصد هزار کودک نیز مبتلا به سوء تغذیه نیمه هاد و 840 هزار زن باردار و مادر شیرده نیز دچار سوء تغذیه حاد شوند روز دوشنبه صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف هم هشدار داد بحران انسانی در افغانستان چنان شدید است که دو سوم افغانستانی ها با گرسنگی شدید و 6 میلیون نفر با خطر قحطی مواجهند این در حالی است که ممنوعیت اشتغال زنان در نهادهای غیر دولتی از سوی طالبان باعث اختلال در عملیات امداد رسانی شده است و بسیاری از نهادها گفتند بدون کارمندان زن نمیتوانند به فعالیت خود در افغانستان ادامه دهند.